یک اتفاق در 18 هجری میفته، یعنی یک اتفاق سیاسی میفته که این هم تو باید بدونی، اینی که در زمان عمر که حمله شده و کشورها دارن رژیمشون عوض میشه، عمر از ترس جنگ داخلی چون باهوشم بوده میاد چیکار میکنه؟ میاد یک نفر از خانواده ابو سفیان به قدرت میرسونه تا جنگ داخلی اتفاق نیفته دیگه، چون خیلی کشتار شده در اون تاریخ، برای اینکه اتفاق نیفته میاد معاویه ابن ابو سفیان رو به شام فرماندار شام میکنه. اتفاق عجیبیه که خیلی هم مسلمان ها میگفتن پسر ابو سفیان فرمانده شام سوریه، عمر میگه بله بله، چرا؟ چون میخواد بیرون به جنگ دیگه، نمیخواد داخل دوباره به جنگ دیگه. وقتی دختر یزگر سوم اسیر اعراب میشه، خبر به کل کشور اعراب میرسه که آقا چه خبر که شاهزاده ایرانی اسیر اعراب شده، یک دختریه. معاویه که عمرو عاص رفیقش بوده، وزیرش بوده، خیلی باهوش بودن، میشینه فکر میکنه، میگه آه عجب فرصت بکریه. میگه چیه؟ میگه بهترین گزینه اینه که ما بریم و این دختر یزگرد سوم، پادشاه آخرین پادشاه ایرانیان رو زن یزید پسرم بکنیم. اگر یه دختر یزگرد زن پسرم بشه سودی میکنیم، بعدا میتونیم به راحتی رژیم عمرینا رو بردیم، همه رو میتونیم عوض کنیم. چون ابو سفیان باهوش بودن، دنبالی بودن که یه جوری قدرت بگیرن از قریش دیگه، و همین خاطر میگه که چرا؟ میگه به این دلیلی که اگر این یزید با این دختر ازدواج کنه با شاهزاده ایرانی، اون وقت یزید پسر من میشه شاه ایرانی ها و شاه ارزم و شما که اعراب، پسرش که صدرت دیگه شاهزاده هست دیگه، شاهزاده ایرانی هست. یک نفر رو مأمور میکنه از افرادی که داشته که برو و از بی بی شهبانو که فارسی حرف میزده و به قول بعضی از عرفا تو خانه سلمان فارسی، موبد زرتشتی اون فارسی بوده دیگه، سلمان فارسی بوده، برو از این خواستگاری کن.